با درود، با درود خدمت هموطنان عزیز در سراسر گیتی، شاد و موفق باشید. امروز من دکتر ایرج زمانیان در برنامه عقاب ایران، گروه نظام سیاسی عقاب ایران در خدمتتون هستم. خوشحال هستم که در این برنامه جناب آقای فریدون توفیقی رو اینجا داریم که ایشون احتیاجی به هیچ نوع معرفی ندارند و همینطور آقای دکتر من هارون مهدوی رو از آلمان خواهم داشت، دوست بسیار عزیز من، که بعد در قسمت ساعت دوم با ما خواهند بود روی اسکایپ و از سخنان ایشون استفاده خواهیم کرد. ضمناً از جناب دیاکو که کارگردانی برنامه ما رو به عهده دارند و واقعا زحمت میکشند تشکر دارم. همینطور از تلویزیون کانال وان و رادیوی KRIHT در تکساس آقای توکلی که همیشه واقعا این برنامه ما رو مرتب هر روز پخش میکنند. جناب دیاکو، جناب توفیقی، شما اگر صحبتی با هموطنان دارید. فقط درود میرسدم خدمت همه هموطنان ارجمند، همیهنان گرامی هر کجای این جهان که هستن، به خصوص در ایران عزیز، و امیدوارم که این سال مسیحی برای هموطنان ارجمند ما سال صلح باشه، سال آزادی باشه، سالی باشه که به خواسته های واقعا قلبی و میهنی خودشون دست پیدا کنند. تشکر میکنم. بعد جناب دیاکو، اگر که لطف کنید اون 6 دقیقه، کلیپ 6 دقیقه رو برای ما بگذارید که بسیار کلیپ جالبی هست و مطمئنم که هموطنان عزیز از دیدن اون به هر حال استفاده خواهند کرد و لذت خواهند برد. اون رو شروع بفرمایید، بعد ما دوباره در مجموع در خدمتتون. امروزه کمتر کسی است که از مشکلات اجتماعی کشور از قبیل گرانی، بیکاری، فحشا، اعتیاد و نقض حقوق بشر رنج نبرده باشد و عموم مردم میهن دوست و ترقی خواه از عملکرد رژیم جمهوری اسلامی کاملا بیزارند. بیشک شما همانند میلیون ها ایرانی دیگر در آرزوی تغییری هستید تا از این وضع اسفناک نجات پیدا کنید. اما آیا از خودتان پرسیده اید که این تغییرات لازم چیست و از چه راهی به دست می آید؟ از یک سو مبارزین برون مرزی خواستار براندازی این رژیم هستند و از طرف دیگر معترضین درون مرزی سیاست اصلاح طلبی را دنبال می کنند. طبیعی است که هر شخص منطقی و دارای استقلال فکری روش اصلاح رژیم را که بتواند ظرف مدت کوتاهی، فرزند طی 5 سال آینده، بساط این مافیای آخوندی را جمع کند و بستر پیشرفت را فراهم کند، به شیوه های دگرگونی کامل از قبیل انقلابی دیگر ترجیح می دهد. اما آیا این راهکار اصلاح طلبی از درون رژیم یک رویای توخالی است یا کاری ممکن و عملی؟ برای اینکه به این پرسش پاسخ دهیم، باید سیستم تشکیلاتی نظام جمهوری اسلامی را کاملا بشناسیم، وگرنه شاید 30 سال دیگر هم در انتظار این اصلاح طلبی که هرگز نخواهد آمد بمانیم. مافیای آخوندی از مقام رهبر شروع می شود که تمامی ابزار کنترل و سرکوب جامعه را در دست دارد. مسئولین نیروهای مسلح، صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام و از همه مهمتر قوه قضاییه، همه وسیله رهبر تعیین می شوند و طبیعتاً از افرادی خواهند بود که منافع او را در نظر می گیرند. در این میان
رئیس قوه قضاییه نقش زیرکانه پلیدی دارد که شاید بر همگان آشکار نباشد که بعداً به آن اشاره خواهد شد. پرسش اصلی این است که نقش رهبر چیست و رهبر از چه طریقی تعیین می شود؟ بد نمی شد اگر مردم او را انتخاب می کردن و حامی منافع ملت بود، ولی در این مافیای آخوندی رهبر به وسیله مجلس خبرگان منصوب می شود. حالا حتما سوال می کنید که نمایندگان مجلس خبرگان را چه کسانی تعیین می کنند؟ خب مشخص است، وجود حیله‌گرانه شورای نگهبان که 6 نفر از 12 عضو آن را خود رهبر منصوب می کند و 6 تای دیگر را رئیس قوه قضاییه که یکی از زیر دستان همین رهبر است دستچین کرده و تحویل مجلس نمایندگان برای اجرای یک انتخابات نمایشی می دهد. حالا متوجه شدید که آن نقش پلید رئیس قوه قضاییه که قبلن به آن اشاره شد چیست؟ پس با این حساب عملاً این رهبر است که شورای نگهبان را منصوب می کند و این شورای نگهبان است که نمایندگان مجلس خبرگان را مشخص می کند و این مجلس خبرگان است که رهبر را منصوب می کند و با این کلاهبرداری به ظاهر مذهبی این نظام خودکام دائما در حال دور زدن و احاطه مردم شریف ایران است و تا زمانی که این سیستم ولایت فقیه ادامه دارد هیچ امیدی برای پیشرفت نخواهد بود. در انتخابات سال 1384 گروهی از مدعیان قدرت با طرح برکنار کردن سیستم ولایت فقیه پا جلو گذاشته و از آنجا که رژیم مرگ خود را در اجرای چنین طرحی می‌دید با آن مقابله کرد. امیدوارم که پس از مشاهده این ویدیوی کوتاه برای همگان کاملا آشکار باشد که اشکال در اصل اصلاح طلبی نیست، بلکه این روش اصلا عملی نیست، چون حذف سیستم ولایت فقیه لازمه اصلاح طلبی است و این همان مانعی است که در وهله اول سد راه این روش است. حال اگر می خواهیم که با فریب خودمان دنبال سراب برویم، دیگر اشکال از خودمان است. با درود مجدد در خدمتتون هستیم. این کلیپ رو که شما در عرض 6 دقیقه دیدین یک در واقع نگاه کلی به سازمان یافتگی یا تشکیلات این جمهوری اسلامی بود و حالا در خدمتتون ما دونه دونه اینا رو یک مقدار باز میکنیم. اینجا صحبت از رهبر بود. اگر که جناب دیاکون سلاید اول رو بگذارید، اینجا میبینید که اون مرکز رو گذاشته، رهبر رو گذاشته و اینجا در اون کلیپ هم به شما اشاره شد که این رهبر چجوری انتخاب میشه و خب آرزو این بود که مردم اون رو انتخاب کنن، در اون صورت میشد رهبر. ولی در این حالت شما برای اینکه ببینید که واقعا با جمهوری اسلامی اون نهادش رو بتونید کاملا بهش برسید، باید یه مقدار زیادی اینا رو باز کرد و تجزیه تحلیل کرد. رهبر در کشورهای گوناگون یا در سازمانهای مختلف، در احزاب مختلف، یک فردی است که با رأی عمومی اون سازمان و تشکیلات و غیره انتخاب میشه. ولی در اینجا همینجوری که براتون توضیح داده شده بود، انتخابی از طریق مردم انجام نگرفته، بلکه این به هر حال یک عمل سنتی به نوع سنتی اسلامی انجام گرفته. این رهبر انقلاب در واقع اینی که بهش میگن رهبر، به نظر من این اسمی رو که انتخاب کردن برای اینه که یک نوع تحریفی ایجاد کنن یک در تفکر مردم که این موجود یک رهبره، در حالی که ایشون در واقع اگر ما سازمان کل جمهوری اسلامی رو بهش نگاهی بکنیم یک سازمان مافیایی است و ایشون در واقع بهش میگن ولی فقیه در اون
به هر حال برنامه کل تشکیلاتی که ایجاد شده. حالا چرا ولی فقیه انتخاب میشه؟ چرا ولی فقیه من میگم فقیه ببخشید اینجا همون ولی فقیه که در واقع همونم هست، این برای چی کارش چیست و چگونه میاد؟ ببینید ما رفتیم انقلاب کردیم، ما ملت ایران رفتیم انقلاب کردیم. انقلاب چیست؟ انقلاب رفتن در یک تاریکی، یک ظلمات هست که نمیدونیم که نهایت اون چه خواهد شد، به خصوص در انقلاب ایران که هیچ نوع ما هدفی برای آینده مملکت نداشتیم، بلکه این ملتی که رفت و در واقع انقلاب کرد فقط داشت انتقام از گذشته میگرفت بدون توجه به اینکه کجا داریم میره و آینده چه خواهد شد. در نتیجه ما هدفی برای آیندهمون نداشتیم، خودمون رفتیم و رأی دادیم و این جمهوری اسلامی رو قبول کردیم، در نتیجه ولایت فقیهش هم باهاش قبول کردیم. یعنی چی ما قبول کردیم که یه ولی فقیه داشته باشیم؟ یعنی چی؟ میدونید ولی فقیه رو، یک ولی رو بقیه تعیین میکنن که یک فردی توانایی روانی نداشته باشه، توانایی جسمی نداشته باشه که بتونه به کارهای کلی شخصی خودش رسیدگی بکنه. یعنی در واقع به این میگن موجود، به این موجود میگن صفی. یک موجود صفی نیاز داره که یک ولی داشته باشه که براش کارش انجام بده، همونطوری که میبینید این شخص این کارو داره انجام میده. یعنی حتی در لباس پوشیدن شما میگه شما فکر و شعورتون به اون حد نیست که لباس خودتون رو تعیین کنید، ما براتون تعیین میکنیم که چی بپوشید، کجا برید، چی بخورید و چه چیزایی رو ببینید، چه کتابایی رو بخونید. به طور کلی اون عمل ولایت فقیه رو انجام میده. حالا اگر کل سازمان به هر حال جمهوری اسلامی رو بیان بهش یه نگاهی بندازیم، در این سیستم ما میبینیم که یک تقریبا حالت بسیار بسیار چسبیده به هم این آدم ها دارن، مثل یک حالت اصطلاح سازمان فامیلی هست که یک عده‌ای دارن اون رو اداره میکنن، همه تو هم دیگه ازدواج میکنن، همه با هم دیگه بستگی دارن، هیچ غریبه‌ای رو به خودشون راه نمیدن و یه نفر اونجا دارن به اسم پدرخوانده که همون در واقع ولایت فقیه اون در این سازمان جمهوری اسلامی داره رول پدرخوانده رو بازی میکنه. حالا این کل این سازمان هم که همه به هم دیگه بستگی دارن با تمام اختلافاتی که ممکنه بین خودشون باشه، ولی در کل در اونجایی که نظام رو باید بهش اهمیت بدن همه با همدیگه چسبیده به هم عمل میکنن و مواظب به همدیگه هستن. من یه مثالی براتون میذارم که اینا چجوری فکر میکنن و چجوری به همدیگه بستگی دارن. اگه یادتون باشه شاید همسنین من یا بعدیا که با چوب کبریت ما در بچگی ماکت درست میکردیم، ماکت یه خونه درست میکردیم و این چوب کبریت ها رو روهم میچیدیم. و جناب دیاکو میتونه اسلاید بره الان، این چوب کبریت ها رو میچیدیم رو هم دیگه و روش باش یه دونه ماکت خونه مثلا میساختیم. این کسانی که نظام جمهوری اسلامی رو میگردونن هر کدوم اون چوب کبریت ها هستن و هر کدوم از اینا میدونن اگه یک دونه از این چوب کبریت ها از جاش تکون بخوره تمام این ساختمون میریزه پایین، یعنی تمام نظام از بین میره. بنابراین هر کدوم از اینا با تمام گرفتاریایی که ممکنه با چوب کبریت بغل دستی داشته باشن همدیگه رو بسیار بسیار دقیق و بسیار محکم با همدیگه چسبیدن و مواظب همدیگه هستن که این ساختمون نریزه. این رو بهش در واقع میگن اون نظام مافیایی جمهوری اسلامی. و یه پدرخوانده هم داره و اگر شما خوب تاریخ خونده باشید و به هر حال حتما هم اطلاع دارید که در 1400 سال پیش همین سازمان وجود داشته، یعنی در واقع اینا همه به همدیگه چسبیده بودن، همه با همدیگه در اون موقع که اقوام وحشی عرب میرفتن کاروانزنی میکردن، کاروان ها میومدن و اونچه را که میووردن بین خودشون تقسیم میکردن. خب یه دونه رهبر داشتن یا یه دونه به اصطلاح گادفادر داشتن، پدرخوانده داشتن که سهم اونو میذاشتن کنار و بعد بقیه هم بین خودشون تقسیم میکردن. بعدم که حمله کردن و به کشورها و غنایم مختلفی که میآوردن درست این همین عمل کردن. حالا این همین رو شما میبینید که امروزه ما داریم اینا پولشویی میکنن، نفت میبرن،
پولای مختلف از جاهای مختلف میدوزن، اختلاس میکنن در بانک ها و در غیره و زالک، ولی این پولا رو چیکار میکنن؟ باز میان همون جوری تقسیمش میکنن، یعنی میان زیر نظر پدرخوانده اون سهم اون رو میذارن کنار و بقیه سهم رو بین خودشون تقسیم میکنن. یعنی عین دزدان دریایی هم همین کارو میکردن. یه سیستمی است که واقعا سازمانهای به این شکل، به همین شکل، به همین روال حرکت میکنن. و شما اگر این نظام جمهوری اسلامی رو خوب بهش دقت کنید، میبینید که تمام ماجرا ماجرای حفظ خودشونه، ماجرای حفظ نظام. این پول ها میاد در تمام دنیا برای خودشون سرمایه‌گذاری کردن و نسل های آیندهشون در ناز و نعمت زندگی خواهند کرد. حالا این وسط مردم کجان؟ الان وقتی 67 میلیارد یورو در سهم ترکیه شده در این پولشویی، همین یکی کوچولویی که فعلا رو شده، وقتی 67 میلیارد یورو سهم ترکیه شده، شما فکر کنید که این عوامل جمهوری اسلامی از این موضوع چه ترفندهایی بستن و چه جوری این پول بینشون تقسیم شده. حالا این 67 میلیارد دلار به اضافه اون چه که ما نمیدونیم الان دقیقاً چقدره و سهم خود اونا شده، اینا رو کی داده؟ شما مردمی دادید که در فقر دارید زندگی میکنید، در بدبختی زندگی میکنید، شام خانواده رو نمیتونید تامین بکنید، مریض بشید نمیتونید به بیماری خودتون برسید، کلیتون رو میفروشید، ایجاد فحشا کردید برای اینکه بتونید درآمدی داشته باشید، زندگیاتون رو بچرخ. این پولا رو شما دارید میدید. حالا تازه این یک نمونه از خروار هست. اگه یادتون باشه، حافظه تارکتون کار بکنه، اون کامیون 18 میلیارد دلاری که نفت طلا برد به ترکیه و بعد معلوم نشد چه شد و انواع و اقسام اینهای دیگه که همینطوری مرتب در از مملکت خارج میشه، ببینید چه جوری این مملکت ما را اینا دوشیدن. و شما این جمهوری اسلامی رو حالا میاید راجب استعات و غیره وزاره که صحبت میکنه، حالا که بعد راجب اون ادامه خواهیم داد، من از جناب توفیقی خواهش میکنم که در مورد این نظام یه مقدار ایشون آگاهی بدن به هموطنان عزیزم. خیلی ممنونم جناب دکتر ایرج زمانیان گرامی، شما مسائل مهم رو عنوان کردید. ولی یک نکته برای دکتر که باید قابل توجه نسل جوان و پویای ایران قرار بگیره. ببینید، نسلی که بودیم در واقع توجه نکردیم و متاسفانه اون روشنفکران، اون پیشگامان، اون عرق ملی درشون نبود که مردم ما رو واقعا درست هدایت و راهنمایی کنند و حقایق رو برای مردم بازگو کنند. امروز نگاه میکنید به نظام ولایت فقیه، اولا مردم باید از خودشون سوال بکنن که این تشکیلاتی که به عنوان جمهوری اسلامی الان 34 سال مملکت ما رو واقعا به ذلت کشونده، یعنی یک سرزمینی که میرفت به هر حال با همه نواقصی که ما میداشتیم، خب طبیعی است بود شخصیت هایی بودن در ایران تحصیل کرده متخصص و اینا دست به دست هم داده بودن، اقتصاد مملکت در حال شکوفا شدن بود، سازندگی در مملکت شکل گرفته بود، مملکت به سوی تجدد در حال حرکت بود. یک دشمنان ایران نتونستن این رو ببینن. یک حقیقتیه آقای دکتر زمانیان، واقعیت قضیه اینه که کشورهای بزرگ در اون زمان هم با همدیگه دسیسه کردن، منتها از این نیرویی که در درون ایران بودن حضور داشتن سود جستن که این مملکت رو به عقب بردن. اما شما هموطنان ارجمند نگاه بکنید به ساختار نظام ولایت فقیه. اولا که در این ساختار اینا تشکیلاتی که ایجاد کردن، اون کسانی که یادتون باشه شیعه 12 امامی اثنا عشری هستن مورد نظرشونن، یعنی در همین شیعه ما بخشهایی داریم که 7 امامی 5 امامی اصلا ابدا حکومت به اینا هیچ گونه توجهی نداره، سنی ها که جای خود دارن. پس این تشکیلاتی که امروز به وجود آمده که توضیح دادن آقای دکترم که شورای نگهبان رو زمانی که خمینی بود تعیین کردن، به اصطلاح تایید خمینی رساندن، بعد شورای نگهبان شورای خبرگان را انتخاب میکنه که این شورای خبرگان به قول خودشون میتونه رهبر رو تعیین کنه. خب وقتی رهبر
توضیح داده شد که خودش 6 تن از اعضای شورای مجلس خبرگان رو ببخشید مجلس به اصطلاح اینجا من یادداشت کردم شورای نگهبان 6 تن از شورای نگهبان خودش مستقیم انتخاب میکنه 6 تا دیگر که اون رئیس قوه قضاییه که او هم باز منتخب رهبره. این چه شوراییه؟ دقیقا این شورا زیر نظر رهبره. بعد 83 نفر حضور دارن در مجلس خبرگان که این نهاد میتونه رهبر رو تعیین کنه. اگه رهبر اونجوری که خودشون تعریف کردن خطایی بکنه، نمیدونم توجه بکنن که این رهبر قدرت و توانایی نداره، میتوانن عوضش کنن. خب اینا رو وقتی شورای نگهبان برمیگزینه که اعضای شورای نگهبان هم منتخب رهبرن، به تاب اونام باز این نظر رهبری هن دیگه. شما نگاه بکن آقای دکتر، من بارها اینو عمران کم دفعه بشم گفتم، وقتتون رو زیاد نمیگیرم. علل اصول نیاکان ما، پدران ما در اون دوره، در اون عصری که استبداد همه جا حاکم بود، چون منطقه خاورمیانه رو درست مد نظر بگیرید، زمانی که انقلاب مشروطیت شکل گرفت، اولین خواسته آزادی خواهان مردم شریف ایران بود که آقا دست آخوند جماعت رو کوتاه کنیم، ما یک دادگستری مستقل میخوایم، نمیخوایم آخوندها قضاوت کنن. یک این اصل بود که دادگستری مستقل میخواستن، چون در زمان استبداد ملاها واقعا حاکمان شهر بودن مثل الان دیگه. و دوم میخواستن آقا بساط مکتبخانه ها رو برچینن، مله ها رو بزنن کنار، آموزش و پرورش داشته باشن، که البته وارد اون بحث نمیشیم خیلی طولانیه، ولی مله ها در این اندیشه بودن. الان دقیقا آقای دکتر ما نباید حافظه تاریخمون رو از دست بدهیم، برگشتن به اون اصل خودشون، یعنی مملکت رو همین که شما اشاره کردید دارن اداره میکنن به صورت مافیایی. باید نگاه بکنیم به کشورهایی که در حال برحال خب توسعه هستن، پیشرفت کردن، در همون منطقه خاورمیانه که کشور ما هم قرار گرفته. ببینید الان مثال ترکیه رو زدن، ترکیه رو مقایسه بکنید با مملکت ما. چرا ما به این روز ذلت افتادیم؟ چرا باید یک ایرانی، یک جوان ایرانی برای پیدا کردن یه شغل، ببخشید خیلی عذر میخوام، بره کلیهش رو بفروشه؟ چرا باید پدر ایرانی شرمنده بچه‌های خودش باشه؟ چرا باید زن ایرانی اینقدر حقیر بشه؟ این بانوان ما توجه کنن در کجای این قانون اساسی نظام ولایت فقیه زن حق و حقوقی داره؟ زن رو موقع رأی گیری ازش استفاده میکنن، ولی شما نگاه بکنید به این قوانین شرع و شریعت، به همین قانون اساسی که خیلی ها ادعا میکنن با توسل به این قانون اساسی میشه راه گشود به سوی آزادی. نخیر آقای دکتر زمانیان، قانون اساسی رو به درستی که میخونید، این قانون اساسی تمام این اختیارات رو تفویض نموده به رهبر. شما برای اینکه از شر این مافیا خلاص بشوید، باید این قانون اساسی نظام ولایت فقیه از بین بره، یک قانون اساسی مدر بر اساس موازین حقوق بشر تدوین بشود توسط آگاهان، توسط سکولارها، که در اون آحاد ملت فرقی نمی کنه. در این نظام مسیحیان حقی ندارن، کلیمیان حقی ندارن، زرتشتیان حقی ندارن، اونایی که سنی هستن حقی ندارن، تازه اونایی که شیعه هم هستن اما شیعه 12 امامی اثناعشری اصولی نیستن، اونها هم به حساب نمیان. خب نمی باید مردم ما، جوانهای واقعا شریف و آزادی خواه ما که به دنبال آزادی هستن، اینا رو مد نظر داشته باشن، این قانون اساسی رو از اول دوباره بخوانن و شروع کنن ببینن که آیا می شود با بودن ولی فقیه با این قانون اساسی به سوی اصلاحات قدم برداشت؟ اینجا حرف من اینه. چی رو میخواین اصلاح کنی؟ آقای دکتر در قانون اساسی آمده مجلس شورای اسلامی بدون ارکان شورای نگهبان مفهومی ندارد. و این آقایون دائم میگن آقای این شورای نگهبان بره کنار. شورای نگهبان بره کنار یعنی سیستم نظام ولایت فقیه باید سرنگون بشه. بحث زیاده، من نمیخوام پرحرفی کرده باشم، نکات فراوانی هست که میشه رو اونا انگوز گذاشت جناب دکتر زمانی. همونطور که فرمودید اصولا به اعتقاد من این مجلس شورای ملی اسلامی یا اسلامی که چه ارز کنم شورای اسلامی و سنا و به هر حال این قوه قضاییه و بقیه همه اینها، اینها به نظر من خیمه شب‌بازی است. در ما همونطور که ارز کنم باید جمهوری اسلامی رو در کل شناخت. اینها تمام اینا رو اینا درست کردن برای اینکه اولا به خارجی‌ها بگن که ما دموکراسی داریم، خارج شورا مجلس داریم،
نمیدونم نماینده داریم غیر از ذالک، در حالی که شما به خوبی میتونید ببینید که این قدرت این مجالسی که نمایندشون در واقع باید نماینده مردم باشن در زمان احمدی نژاد خیلی خوب میتونید این رو متوجه بشید که در زمان احمدی نژاد مرتب این مجلس شورا از اونها خواست که بیان و سوال کرد و استیضاح بکنه و غیره و ذالک، و آقای احمدی نژاد هیچ محلی به هیچ کدوم از اینها نذاشت. چرا؟ برای اینکه آقای خامنه ای یعنی اون همون پدرخوانده این فرزند خلف خودش رو زیر حمایت خودش داشت، یعنی در واقع خود باز دوباره برمیگرده به ولی فقیه که اونه که تصمیم گیرنده است. مجلس و غیر و ذالک و قوه قضاییه اینا تمام در دست اونه، یعنی شما همینطوری که در اون سیکل متوجه شدید این در واقع خود ولایت فقیه که خودش انتخاب میکنه، چون همه اونای دیگر اون انتخاب میکنه که اونا خودشون اینو انتخاب کنن. بنابراین نظام به طور کلی یک نظام خاصی است. این چیز قانون اساسی که نوشتن تمام این اختیارات رو میده، تفویض میکنه به این رهبر. خب حالا من همیشه این سوال رو از اینایی که دنبال اصلاح طلبی دارم که اگر یک ساختمانی بنیادش رو روی لجن و روی باطلاق گذاشتن و این ساختمون رفته بالا 20 طبقه 30 طبقه، شما میایین کدوم طبقه اینو دست میزنید؟ کدوم جاشو استام میکنید؟ لوله کشیشو استام میکنید؟ برقشو استام میکنید؟ چیشو استام میکنید؟ این ساختمون از بنیاد خرابه، یعنی این ساختمون باید از بنیاد خراب بشه و یک ساختمان جدیدی بر اساس مردم، همونطوری که چند دقیقه پیش خدمت جناب توفیق عرض میکردن، یک سازمان و تشکیلاتی باشه که بر اساس اون قاعده این هرم بر اساس مردم باشه، مردم باشن که بتونن تمام این بقیه سازمان‌های حکومتی رو تنظیم بکنن، درست کنن و رأی بدن و انتخاب بکنن، نه اینکه یک نفر اون پایین باشه. همون تجربه‌ای که ما در زمان گذشته کردیم به دلیل اینکه هرممون وارونه بود، شاه در اون رأس هرم بود و بقیه رو اون بنا شده بود، وقتی شاه رفت تمام این بنا ریخت، تمام این هرم ریخت. امروز ما داریم دوباره همون بساط رو داریم، به اضافه این که کشوری که آزادی نباشه توش، مثل کشور اسلامی به خصوص این کشور این حکومت جمهوری اسلامی، در اونجا هیچ نوع سازمان و اجتماع و جامعه سیاسی، حالا من میگم سیاسی ولی نه فرهنگی نه اجتماعی، هیچ چیزی اونجا رشد نمیکنه. نتیجه اینه که همیشه ما باز دوباره برمیگردیم به همون گرفتاریایی که قبلا داشتیم و اینو تکرار میکنیم. و جناب توفیق شما فرمودید که دیگران نتونستن که اون پیشرفتای ما رو ببینن. بله درسته، ولی ما مردم هم آگاهی نداشتیم. بله کاملا، ما مردم بودیم که وسیله اجرای اون طرح‌های پلید اونهایی شدیم که نمیخواستن و خودمون با دست خودمون این کاری کردیم. اینجا جا داره که ما الان با شما هموطنان عزیز که صحبت میکنیم آموزش بدید، خودتون رو آموزش بدید، فکر کنید، روی این سایت های سیاسی دنیا برید ببینید در دنیا چه میگذره و راه صحیح کدوم هست. ما نباید تکرار مکررات بکنیم و تاریخ رو یادمون بره. ما نباید یادمون بره که آقای کروبی و نمیدونم غیر و ذالک چی کاره بودن که امروز یه سری مردم افتادن دنبالشون میگن حالا اصلاحات بکنیم. اینا دوباره میان همون فرمی که با اون ترفندایی که ما رو گول زده بودن با یه نوع دیگه بازم ما رو میخوان گول بزنن. و این جمهوری اسلامی رو در کل اون نظام رو ببینید، همون گروه اصلاح طلب نظام رو قبول داره، همون گروه اصلاح طلب این قانون اساسی رو قبول داره، رهبر و ولایت فقیه رو قبول داره. بنابراین چی رو میخوان این اصلاح بکنن؟ گول نخورید، تمام اینها بال این است که اینا بیشتر بخورن بچاپن و این مملکت رو با دو دستی تقدیم کنن به اونهایی که در دنیا خورنده هستن. من از آقای دیانکو خواهش میکنم که آقای مهدوی رو لطف کنن که اگر میشه ایشون هم بیارن روی اسکایپ که با ایشون هم ما گفتگوی داشته باشیم. بعد در خدمت. بله آقای مهدوی هم تشریف دارن. بله ایشون هم هستن. درود به شما جناب دکتر مهدوی عزیز. آقای دکتر مهدوی که یکی از واقعا مردان مبارز سیاسی در طول این 35 سال بودند و هستند و به خصوص در آلمان
در اون سیستم حکومتی آلمان بزنه هستند و اونجا در ارتباط بسیار بسیار تنگاتنگ هستند و همیشه دلشون برای ایران تپیده و حتی من شاهد هستم که در آلمان هم در این گروه های به اصطلاح حکومتی آلمانی و جورنالیستی آلمانی که ایشون تماس باشون دارن همیشه از ایران دفاع کردن و الان امروز خوشحالم که شما رو جناب مهدوی، دکتر مهدوی عزیز ما اینجا با خودمون داریم. حتما برنامه های ما رو شنیدید، خواهش میکنم که شما هم وارد این میز بشید. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادید و با درود به جناب علی که دوست عزیز و گرامی من. جناب دیاکاسی صدای ایشون کمه. بهتر شد صدا؟ بله بله خیلی بهتر شد. بله به هر صورت بنده ضمن تشکر از جناب علی و همینطور برای من موقع بسیار یک موقعیتی است که بعد از سالها در خدمت جناب آقای فریدون توفیقی باز باشم و از محضرشون استفاده کنم. در اینجا لازمه که از تیمسار روحانی هم من به سهم خودم تشکر کنم برای واقعا فعالیت هایی که میکنن و این همه تلاش میکنن و تنها این تلاششون من میدونم که در ارتباط با بهتر کردن اون جامعه هست و ایشون هیچ خودشون نه کیسه دوختن نه ادعایی دارن و همینطور از بقیه همکاران شما که پشت صحنه دارن واقعا این برنامه رو اداره میکنن من نهایت تشکر رو دارم. خوشحالم که امروز این توفیق رو دارم در خدمتون هستم. ترسد فرمایشی باشه در خدمتون. توفیق هم مثل این که گفتگویی با شما داشته باشن. بعد از کنم که جناب آرومیان، از کنم که جناب مهدوی از چهره ها و شخصیت های فوق العاده دوست داشتنی و میان برات هستم. من ارادت دارم و چندین بار خدمتشون بودم در رسانه ها. خب ببینیم نظر آقای مهدوی گرامی با توجه به این فعالیتی که داشته با توجه به شناختی که از این نظام و ساختار این نظام داره علل اصول چگونه این حکومت رو عرض کنم که تشریح میکنه برای هموطنان ما در درون مملکت با توجه به اهدافی که شما برچمردید با توجه به اون جریان مافیایی و نقش رهبری نظام جمهوری اسلامی. گوشمون به شما هست جناب دکتر مهدوی. خیلی متشکر. پیرو به فرمایشات شما عزیزان که مورد تایید کامل منه، همونطور که جناب آقای دکتر ایرج زمانیان اشاره کردن این نظام متاسفانه از پایه کج کار گذاشته شد و این به هر صورتی که اگر کسانی فکر میکنن که میتونن با اصلاح و با از طریق اصلاح طلبا بخوان به مرمت این نظام بپردازن، این همون حکم داره که شما بخواد یک ساختمونی که واقعا از پایه خرابه بخواد به سرکولش یه جوری رنگ و روغنش رو عوض کنید. اصلا این ساختمان قابل زیست نیست و ناامنه. بنابراین نظام جمهوری اسلامی به نظر من کارش به انتها کشیده، منتهاش این مردم ایران هستند که مستقیما ذینفعند و باید تصمیم بگیرند و اگر بخوان وقتشون رو صرف این بکنن که آقایونی که تا به حال در طول این 34 سال نقش کلیدی داشتن در این سیستم و در تمام مسائل منفی که این نظام برای مردم ایران به وجود آورده و ظلمهایی که به این مردم شده و چه فسادی که واقعا در تمام گوش و کنار این جامعه ریشه دونده بخوان دل ببندن و از اونها کمک بخوان، این کاریست واقعا بی اثر و بهتره که به فکر دیگری باشه. یعنی باید بنیادی این کار صورت بگیره. آقای رفسنجانی اگر در برنامه هاش در کارهایی که انجام داده و فسادی که در زمان طول حکومت ریاست جمهوریش و بعد هم حساب در رأس
تشخیص مطلب داشت قرار گرفته بوده. اگر ما کارنامه شو یک دفعه زیر کنیم میبینیم که اگر در این وضع نابسامانی که برای مردم ایران به وجود اومده اگر از آقای خامنه ای بیشتر مسئول نباشه کمتر نیست. آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و امروز آقای روحانی، آقای روحانی هم پست‌های بسیار حساسی رو در این نظام داشته که و میتونسته که در طول این 34-5 سال واقعا کمی نشون بده که دلسوز این ملت هست. ولی چطور ممکنه که یک شبه یه فردی بیاد و ادعا کنه که میتونه که به خواستای مردم توجه کنه و رفاهی برای مردم ایران به وجود بیاره؟ متاسفانه همونطور که اطلاع دارید کشورهای بیگانه همیشه نقشی در برپایی این حکومت ها داشتن در ایران. امروز هم میبینیم که هنوز دولت انگلیس به خصوص و فرستنده های اینها، فرستنده بی بی سی، رادیو فردا، اینها واقعا دارن به ملت ایران خیانت میکنن، چون اینها نقشی دارن در طول این 34 سال که اگر ما ناظر بر این کارهای اینها بودیم میتونیم که مطمئنن قبول کنیم که اینها در جهت رفاه مردم و خواستای مردم قدم بر نداشتن، بلکه در زمینه گمراهی مردم همیشه کار کردن و سعی کردن که از اصلاح طلبا و یه مشت آدمهای مزدور یک اپوزیسیون کاذب درست کنن و این بایستی کنار گذاشته بشه. باید نقش اینها واقعا برملا بشه، باید ایستادگی بشه، باید ملت ایران باید واقعا همینطور که بارها در این برنامه های شما عنوان شده بایستی به پا خیزن، بایستن و از حقوق خودشون دفاع کنن، چون حق خواستنی ایستادنی نیست. بایستی ما باشیم که دنبال این حق و حقوق خودمون بریم. بنابراین مسائل خیلی وجود داره. الان شما میدونید که یه هیئتی به سرپرستی آقای جک استراو رفته که رئیس به اصطلاح دوستی ایران و انگلیس در مجلس انگلیس، رفته اونجا با آقای به نام عباس‌علی منصوری آرانی نماینده کاشان که به حساب ایشون ضمناً لقب تیمساری هم داره و تحصیلاتش هم در رشته نظامی بوده و اینها دارن در زمینه‌های به حساب تداوم نظام دارن قدم‌های برمی‌دارن، ولی این تداوم نظام مطمئنا قصد نمیشه برای رفاه جامعه ایران به هیچ وجه، بلکه برای استحکام بخشیدن به نظام. این مسائل وجود داره که اگر متاسفانه اینو باید عرض کنم که ما ایرانی ها اکثرا صحبتایی که میکنیم، سخنورایی که از طریق فرستنده ها با مردم ارتباط برقرار میکنن، اکثرا صحبتاشون با هم یک همخوانی داره، ولی متاسفانه چشم ندارن که هم دیگر رو ببینن و این نشونه ایست از یک خودخواهی که عده‌ای از این افراد دارن و این افراد بایستی دست به دست هم بدن، با هم تماس برقرار کنن، شاید تشکیل نیروی قوی تری رو بدن بدون اینکه بخواه سوء استفاده کنن. در اینجا لازمه که عرض کنم که مبارزه با یک همچین نظامی واقعا بایستی با قاطعیت صورت بگیره. ما نمیتونیم، خیلی معذرت میخوام، هم از آخر بخوریم هم از توبره. ما بایستی تکلیف خودمون روشن کنیم. ما نمیتونیم همچنان بریم به ایران حقوق اون رو بگیریم، حقوق بازنشستگی رو بگیریم، با اینا لاس بزنیم، بعد از اون برم بخوایم که این نظام رو برداریم. به هیچ وجه امکان نداره. باید اگر ماهیت این نظام برای ما روشن شده بایستی واقعا فاتحانه در جهت راهکاری که بتونیم ارائه بدیم که ملت ایران واقعا بیاد حکومت رو به دست بگیره و اون یک حکومت ملی برخواسته از مردم باشه و مسائلی که بین اختلافاتی که وجود داره، این مسائلی که امروز ما میبینیم بعد از 60 سال هنوز و هنوز در مورد اینکه آیا 28 مرداد کودتا بوده یا یک نام ملی بوده یا شادروان دکتر محمد مصدق مقصر بوده یا شاه فقید مقصر بوده، اگر ما بخوایم به این مسائل بپردازیم و خودمون مشغول این کارها بکنیم، ما
مطمئنن از این آب گلالود حکومت جمهوری اسلامی ماهی خواهد گرفت و استفاده شو اونها خواهد بود، نه ما. و بنابراین بایستی ما واقعا مسائل رو با یک اصول صحیح باش روبرو بشیم و این لازمش اینه که فداکاری میخواد و از دست از اون مسائل ایدئولوژیکی رو برداریم و هدف ما واقعا نجات مردم ایران باشه. بسیار ممنون جناب دکتر هارون مهدوی عزیز. مطالبی که فرمودید در راستای کل صحبت امروز ما بسیار بسیار روشنگر بود. هدف واقعا جمهوری اسلامی ببخشید گروه نظام سیاسی و عقاب ایران هم همین هست که ما کاری که باید انجام بدیم این است که با هموطنان خودمون صادقانه صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، اطلاعات لازمی رو که به هر حال به دست میاریم در اختیارشون بذاریم و اون جمهوری اسلامی رو به اون شکلی که هست. من میدونم که هموطنان ما در ایران بسیار گرفتاری ها و ناجوری ها و نابسامانی ها رو لمس میکنن، ولی متاسفانه بسیاری از آگاهی هایی که لازمه در مورد این سازمان مافیایی جمهوری اسلامی داشته باشن، این در ایران به اون شکل به شکل گسترده وجود نداره. و خب هستن البته هموطنان عزیز به خصوص تو جوانها که بسیار بسیار پیشرفته و در این مسائل مطلع هستن، اطلاع دارن، با اینترنت و غیره و زالهی در ارتباط هستن، ولی کلن مسائل بسیار زیادی. یکی از مسائلی که اتفاقا من خواستم بهش اشاره بکنم این مسئله 17 دی بود و این آزادی زنان، که خود همین جامعه زن در مملکت ایران ما در جمهوری اسلامی واقعا در چه وضع اسفباری قرار گرفته. سالیان بسیار زیادی زنها مبارزه کردند، زنهای بسیار فرهیخته‌ای ما در طول تاریخمون داشتیم، از شاعر گرفته تا مبارزین مختلف داریم که اینها کشته شدن، اعدام شدن و غیر و زالک و مبارزه کردند. و زنها در حال در هر خانه کشور ما اینها آدمای افراد مبارز اون خانواده بودند، یعنی تونستن که شوهر و پدر و فرزند و غیره و زالک رو اینها اداره بکنن. ولی همیشه در سازمان مملکتی ما اینها اون نصفه ای از انرژی جامعه بودند که اینها کنار گذاشته شده بودند. و بسیار بسیار واقعا باید به رضا شاه گفت دست دست درد نکنه که بزرگترین کار تاریخ مملکت ما رو انجام داد با رفع حجاب. یعنی این حجاب یعنی همون دستبندهایی، اون به اصطلاح میله های زندانی که زن رو در اون اسیر کرده بودن و نمیذاشتن که خودش رو نشون بده. و امروز باید واقعا ما به اون افتخار بکنیم و ای کاش که این دست آخوندا همچنان در سیستم رضاشاهی که قطع شده بود قطع میموند. و جناب توفیقی اشاره کردن که آخوندها در گذشته اینها همه اداره کننده بودند و غیره. بله، برای اینکه واقعا تو مکتب ها که میدیدید فقط آخوندها بودن درس میدادن، جاهای مختلف حتی این نویسنده هایی که نامه می نویستن نمیشتن برای مردم دم پستخونه، اینا همه از همین تیپ بودن. و بعد در این مراکز مختلف مثل حالا مذهبی مثل زریهای نمیدونم حضرت رضا و نمیدونم معصوم و غیره و زالک و اینها، چه به هر حال تبلیغات عجیب غریبی میکردن. و با این قدرت کامل رضا شاه اومد در مقابل اینا ایستاد و اینا را از بین برد. حالا برمیگردیم به امروزمون. جناب دکتر مهدوی فرمودن که حالا ما راجع به 28 مرداد هنوز بشینیم چیز کنیم اینا، ولی به اعتقاد من ما باید تاریخمون رو بدونیم. باید فراموش نکنیم که چه اتفاقاتی افتاده و از اونها پند بگیریم. امروز این جک استرایک به هر حال روواه مکاری هست، امروز برگشته در ایران جز صحبتاش گفته که ما در 1953 یعنی همون 32 که مثلا این کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد، ما اشتباه کردیم که یک حکومت منتخب مردم رو اومدیم سرنگون کردیم.
حالا بعد از 60 سال اینا اومدن یادشون افتاده که اون روز اشتباه کردن، حالا امروز چرا هنوز در حق ما دارید اشتباه میکنید، حالا چرا قد ظلم دارید میکنید؟ و اینا چیزایی است که ما مردم باید بدونیم و کار رو در دست خودمون بگیریم، همینجوری که جناب دکتر مهدوی هم اشاره کردن و همه ما در این گروه نظامی سیاسی اوهاب ایران بارها و بارها تکرار کردیم، تنها راه این است که ملت ایران در داخل ایران به پا خیزند و اون رستاخیزی را که هیچ نوع دفاع نظامی نداره به پا بکنن، بلند شند و این کار را انجام بدن. نه امریکا، نه انگلیس، نه روس، نه غیر و زاله، هیچ کدوم از اینها نه تنها موافق ملت ایران نیستن، بلکه همیشه تا تونستن ضربه به ما زدن. جناب دکتر زمانیان اگر اجازه بفرمایید، بنده تاریخ رو باید بدونیم، ولی اینی که ما باید الاهمون فل اهم کار مبارزات سیاسی ما در امروز با حکومت جمهوری اسلامی به مراتب واجبتر از اینه که ما بیایم بپردازیم به گذشته که میتونه باعث اختلاف و از همگسختگی مبارزین باشه. اینه، به این دلیل عرض کردم. و مسئله این هستش که ما بایستی واقعا یک بارم شده به این دولت‌های بیگانه به خصوص به انگلیس ثابت کنیم که با این ملت نمیتونید همه کار بکنید. شما اگه خاطرتون باشه در یکی از کتاب‌های آقای سیدریس راید اومده بود که اون زمانی که وقتی برای تعیین جانشین رضا شاه می‌خواستن که یکی از به حساب وارثین قاجار رو بیارن و بعد تصمیمشون عوض شد و محمد رضا شاه رو برای جانشینی انتخاب کردن، یکی از دلایلی که انتخاب کردن آقای سیدریس راید در کتابش آورده که ما چون دیدیم که نسبت با شناختی که از کاراکتر محمد رضا شاه داریم احساس میکنیم که میتونیم هر وقت تصمیم بگیریم و اراده کنیم اونو برش داریم، و به همین دلیل ما دیدیم به همین صورت هم انجام شد. و اگر خاطرتون باشه در خود شاه فقید هم در اواخر گذشته اعلام میکرد که من منتظرم که به من اعلام بکنن سفرا آمریکا و انگلیس که ایران رو ترک کنه. ما به این صورت چون رضا شاه رو واقعا به همین صورت به تبعید فرستادن، محمد رضا شاه رو هم به همین صورت، ما امروز باید ثابت کنیم نه، ملت ایران اینطور هم که شما اونها فکر میکنن نیستن، اینها میتونن بیستن، مقاومت کنن و از حقوقشون دفاع کنن. تمام اصطلاح اون هم ما جناب دکتر مهدوی در عقاب ایران همین است که به این ملت ایران از یک طرف بگیم که توانایی این رو دارن که مملکتشون رو اداره کنن و از طرف دیگر به دنیا حالی بکنیم که واقعا ملت ایران همون جوری که شما میفرمایید قادر هست که مملکت خودش رو اداره بکنه و میفهمه که چه دسیسه‌هایی در کار بوده. ولی تمام اینایی هم که باز شما فرمودید قسمتی از تاریخ ماست، آمدن وجود رضا شاه و رفتن رضا شاه و آمدن محمد رضا شاه و تمام اینا، اینا چیزایی است که به هر حال من نمیگم اشکال ماست در واقع جناب دکتر مهدوی که با هم دیگه شاید سر این موضوعات دعوا میکنیم به جایی که با هم دیگه بحث علمی بکنیم و به نتیجه برسیم. اینه که اگر ما تاریخ رو بد میخونیم و بد با هم تفسیر میکنیم، دلیل اینکه نباید تاریخ رو بدونیم به نظر من نیست. و همین مطالبی هم که شما فرمودید بسیار صحیح، من کاملا موافقم در مورد این رفتن‌ها و آوردن‌هایی که انگلیس‌ها به هر حال درش دست داشتن. امیدواریم که به هر حال ملت ما، مملکت ما، هموطنان ما اون هویت ملی ایرانی رو پیدا بکنن، از این حالت امت امروزی که نشستند ببینند ولی فقیه اونها رو چگونه راهنمایی میکنه بیان بیرون و بتونن خودشون اون افسار مملکت رو در دست بگیرن. جامعه طبقه شما مطلبی در این بسیار خوشحال شدیم که جناب مهدوی از آلمان مطلبی رو عنوان کردن، ولی خب همجور که اشاره کردید ابتدا باید واقعا نسل جوان ما الان ببینید آقای دکتر یج زمانیان، جناب مهدوی 34 سالی که نظام بدتفقی به هر حال با زدومندهای بین المللی در قدرت هستش. این مسئله که این روزا تمام رسانه ها اشاره میکنن آقای بابک زنجانی نمیدم این کار رو کرده، این تازگی هم نداره.
همون آدمی که امروز خیلی ها از اصلاح طلبان نگرانن که آقا ایشون در حبس خانگی هستن، ایشون آقای کروبی. آقای کروبی رئیس مجلس ششم بود، دائما طرفداران این اصلاح‌گرا داد میزنن که شما بگذارید مجلس ششم شکل بگیره، اون وقت ببینیم ما چه کار خواهیم کرد. خب اجازه نمیدادن شما این ساختار بشکافید، این قانون اساسی واقعا آقای دکتر لازمه که شکافته بشه برای نسل جوان، برای اینکه نسل جوان معتقد بشه بخونه که آقا در این قانون اساسی چی وجود داره که آقای موسوی میگه ما باید برگردیم طبق قانون اساسی به راه طلایی امام. آخه من نمیدونم این همه مصیبت، این همه بدبختی، سیه روزی، عقب ماندگی از زمانی واقعا آغاز شد که امامی که آقا میخواد برگره به راه طلایی او اینا رو رقم زده. ما گفتیم دیگه همین قضایای حکومت مافیایی برمیگرده به رأسش، به خود خمینی. حالا به اونش باز ما کاری نداریم، هدف اینه که نسل جوان این قانون اساسی رو به درستی بخونه. گول واژه‌ها رو نخورید. آقای روحانی میاد یه حرفایی میزنه بعد لابلای میگه به شرطی که موازین اسلامی رعایت بشه. خب کی تشخیص میده این با موازین اسلامی خانایی داره، همراهی داره یا نه؟ باز خود مجتهدینن دیگه. شما نگاه بکنید تمام این چیزایی که اینجا نوشته شده باید مجتهد باشه، رئیس قوه قضاییه مجتهد باشه و این آدم بقیه رو انتخاب میکنه، باز این نظر همشون مجتهد باید باشن. پس نمیدونم اینایی که جمع از جامعه مدنی میزن، آقا مدنیت به من باید جواب بدن دیگه، آدمایی که طرفداری میکنن جمهوری اسلامی، این مدنیتی که صحبتشو میکنیم، این جامعه مدنی که قاتمی آمد وسط خیلی آرا طرفدار خودش کرد، تو خارج هم خیلی برشون سینه زدن. حتی من یادم خانمی که جایزه صلح نوبل رو برد گفت بله این حق آقای خاتمی بود، باید با این جایزه رو بهشون تقدیم میکردیم. خب اینا از خودشون سوال کنه، این نسل جوان سوال کنه، این آقای کروبی سوال کنه، آقای کروبی مگر شما نبودید که در مجلس ششم گفتید شهرام جزائری آقا به من حق حساب نداده، من ازش کادو گرفتم؟ خب شما ببخشید دیگه دزدی و نمیدونم رشوه و اینا قفش از بین رفته دیگه. اسمش رئیس مجلسشون هم چه حرفی زده، از اونجا آغاز شد، حالا نهایتا ادامه خواهد داشت. برای که همین که شما اشاره کردی حکومت یک حکومت فرقه‌ایه، خود خمینی روز اول گفت آقا ما امتیم، امت رو با ملیت هیچ گونه رفاقت و آشتی نیست، این واقعیت دیگه. جناب توفیقی عزیز اجازه بدید که بنده یک عرض کنم اینجا. خواهش می‌کنم بفرمایید. مسئله اینه که ما یک طرف قضیه روشنگری است که ملت ایران باید پی ببره به ماهیت این نظام، ولی فکر می‌کنم 34 ساله که ملت خودش مستقیما با این نظام سرکار داشته و چون دینف بوده پی به ماهیت این نظام هم کاملا برده، منتهاش زورش نرسیده. بنابراین ما بایستی امروز برامون وقتی ماهیت این نظام روشن شده دیگه وقتمونو چندان صرف این کار نکنیم، ما باید صرف این بکنیم چگونه میتونیم از شر این نظام رهایی پیدا کنیم. این خیلی مهمه. ماهیت رژیم رو همه میشناسن، منتهاش یک سری از این قدرتمندان بیگانه که منافعشون ایجاب میکنه تا امروز از این نظام حمایت کردن. این مسئله رو بستی ما که در خارج هستیم سعی کنیم که با کسانی که در کشورهای خارج هستن و واقعا آزاداندیش هستن، استثمارگر نیستن، با اینها رابطه برقرار کنیم و وضع موجود ایران رو با اینها در میون بذاریم و کارکرد غلط و این ظلمی که از طرف دولتمندان کشورهای اروپایی، آمریکا، اسرائیل و همه اینها نسبت به ملت ایران تا به امروز صورت گرفته، اینها رو باشون در میون بذاریم. ما سرنوشتی که امروز باش رو هستیم، اینها در واقع مقصر اصلی هستن که به صورتی ملت با ملت ها بازی میکنن، گمراهشون میکنن و این کار رو کردن و ما بیشتر نیرومون رو باید متمرکز کنیم این کار و اینه در داخل ایران مردم ایران با نسبت به ماهیت نظام کاملا روشن هستن. ما امیدواریم که همینطور باشه جناب مطلبی. متاسفانه وقت ما تقریبا یک دقیقه بیشتر نمونده طبق این اطلاعی که میدن. من امیدوارم که واقعا در داخل کشور ما مردم همون جوری که شما اشاره کردید
به ماهیت نظام پی برده باشن. البته من یه مقدار شخصا شک دارم در این قضیه، برای اینکه زمانی که شما واقعا به یک ماهیت فاسد و گندیده یک چیزی به هر حال آگاه بشید، حتما تلاشی خواهید کرد و ما راهمون این است که باز هرچه بیشتر، به هر حال با توجه به اینکه شما میفهمید میدونن، ولی باز هرچه بیشتر ما ماهیت این نظام رو برای مردم، ماهیت اصلاح طلبی رو، این مسائل مختلفی، این خطر تجزیه رو که مملکت ما رو تهدید میکنه و همه اینها رو با مردم در میان بذاریم، به حساب اینکه ولو اینکه میدانند ما یه تأکیدی کرده باشیم و این باعث بشه شاید در وجودشون اون عرق ملی تشویق بشه و برسن به اونجایی که باز نظام گروه نظامی سیاسی عقاب ایران میگه و اون این که برخیزند، رستاخیز بکنند و خودشون مملکتشون رو و خودشون رو و نسل‌های آیندهشون رو نجات بدن. ما تمام هدفمون این هست. من با تشکر از این که جناب دکتر مهدوی شما از آلمان تشریف داشتید و دوست عزیز جناب توفیق هم که اینجا در خدمتشون لذت بردیم که همیشه هستم، با خداحافظی میکنم و اگر شما نه دیگه وقتمون تمام شده، وقت رو تمام کردن و با تشکر و به امید آزادی مملکتمون. من بسیار از حضورتون مرخص میشم، خیلی متشکرم، به خصوص از جنابالی جناب دکتر زمانیان که دوست بسیار عزیز من هستی. تشکر میکنم و همچنین شب و روز همه هموطنانمون در هر جای جهان خیر باشد. بدرود.